چقدر خوب شده. اینجا چه خبره؟ دارم میپرسم اینجا چه خبره؟ مگه من بهت هشدار نداده بودم به وسایلم دست نزنی؟ الان خوش میگذره. ازت پرسیدم چرا زبونت لاله؟ از زیر دست من اومدی بیرون و اینقدر دلیل شدی که تو؟ مامان چتون شد آخه؟ من و حالا با هم دکور اینجا رو تغییر دادیم، خیلی هم قشنگ شده. شما خوشتون نیم؟ من از تو میپرسم. بیاید مامان، بیاید. نکنه ما اشتباهی وارد خونه دیگه ای شدیم. به به، ماشالله ماشالله، تو که فضای اینجا رو به کل عوض کردی، چقدر روشن و بزرگ به نظر میرسه. کی اینجا رو تغییر داده؟ من و حاله این کار انجام دادیم. به 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 به، قشنگ به نظر میرسه. خب دخترم، همینجوره خونه رو پر رونق نگه دار. شما بچه ها چراغ این خونه هستیم. از ما دیگه گذشت، پامون لب گور رسیده. امروز هستیم، فردا نیستیم. این حرف رو نزنین مامان، خدا همیشه سایه شما رو بالا سرمون نگه داره. یالا بیایید برین استراحت کنیم. بریم. بیایید بفرمایید. همه چی رو سر جاش میذاری، همونطور که قبلن بود. باش، معذرت میخوام. من باید ازتون میپرسیدم و اجازتون رو میگرفتم، اما حالا انجام شده. مامان ببینی چقدر زیبا به نظر میرسه، بزرگتر شده مگه نه؟ بر نمیگردونی؟ باشه، خودم انجام. رومی، یالا با من بیا، اینا رو مثل قبل میکنیم. من چطوری تنهایی بهتون کمک کنم؟ مگه نمیبینین سنگینه؟ رومی، حرفمو تکرار نمیکنم. من انجامش میدم. هرچی هم هر جا بود دوباره سر جاش میذارم. اول لباسم عوض کنم. تغییرات واقعی رو توی اتاقشون انجام دادن. اونو هم میرم میبینم. زنمو این کارو نکنید. من به سختی چیدمشون. زنمو اینو بر ندارید. من زنمو اینو همزه آورده. من با علاقه اینجا گذاشتمش. به خاطر علاقه تو باید اتاق پسرم تغییر کنه ها؟ ساکت باش. زنمو این کارو نکنید. زنمو اینجا اتاق منم هست. همزه، زنمو همه وسایلی که من چیدمشون رو جمع میکنه. ببینم پیش پسرم از من شکایت میکنی؟ اینجا اتاق پسر منه، چه تغییر ایجاد بشه من تعیین میکنم. شما درست میگی مامان، قبلا شما تصمیم میگرفتیم، الان دیگه اینجا اتاق حال است. هرچی که اون بخواد تو این اتاق اتفاق میفته. همزه، تو هم سر هر چیز علکی لازم نیست گریه کنی. وقتی خونه خودتو برات گرفتم، هر کاری که دلت خواست میتونی انجام بدی. باشه؟ خونه ما؟ آره خونه ما. برای تو که اینجور خونه بزرگ نمیتونم بگیرم، اما یه خونه کوچیک میگیرم. اینو بگیر، هر جا که گذاشته بودی دقیقا همونجا بذار. بذار دیگه.
شفق من میترسم که این رابطه ای ما رو کسی چشم بزنه، به خصوص اون حاله. چی؟ منظورت چیه؟ چرا الان اسم حاله رو آوردی؟ اون دوست خیلی خوب منه. تو خیلی ساده ای. من نمیتونم واقعیت رو بهتون بگم، دروغم نمیتونم بهتون بگم، اما دخترها خیلی راحت میتونن دروغ بگن. واقعا سمین جلیل احمد با اون دخترها خیلی فرق میکنه. بگو دیگه حاله. ببینم، تو به زنمو گفتی؟ نه خیر، به تو گفتم کافیه دیگه. آره، اما اگه نمیتونی انجام بدی به هم بگو، من از بیرون یه کاریش میکنم، باشه؟ نه بابا، چرا نتونم؟ من از عهده هر کاری برمیام. که اینطور؟ ممنون. حاله، اونا غذای خونگی دوست دارن، فقط غذای خونگی میخورن. تو مطمئنی از پس همه چی برمیاد؟ آره آره؟ آره آره، من بلدم همه غذاها رو درست کنم. اون غذایی که زنمو بلده اونا رو هم بلدم. غذای محلی که مامو بزرگ درست میکرد، نون پنیری، پلو با سبزی، تعدیگه. میدونم همه چی رو بلدی، بسه فقط 3-4 نوع غذا درست کن که بفهمم غذای خونگی. چیزی هم نیاز داشتی به راننده شرکت میگم بیاره، قطعا مشکل پیش نمیاد. درست باشه؟ باشه. تو مطمئنی؟ مرسی. من گوشت شستم، اینو تو قلمه بنداز. چشم. اینجا چه خبری؟ تو عقلتو از دست دادی؟ به مهمونای خارجی میخوای این غذا رو بدی؟ این غذاهای ساده و آسون؟ کی بهت گفته که از عقل خودت استفاده کنی ها؟ زنم و همسه گفت اونا غذای محلی میخوام بخورن. خیلی توجیه خوبی پیدا کردی. اسم همزه رو میبری و کار دل خودتو میکنی. آدم نادونی مثل تو از کجا بدونه واسه اینجور مهمونا چطور باید غذا درست کنی؟ برو بیرون و تو ببینم این مرغ رو هنوز نرفتی؟ برو بیرون دارم میگم، برو بیرون. زنم و من میرم، ولی حرفمو لطفاً یه بار گوش بدین. از اینجا گم شو، وگرنه من. زنم و یه بار گوش بدین که همسه چی گفت. باش، برو بیرون. یالا برو بیرون، دارم میگم برو بیرون. برو بیرون دیگه. یالا زود باش، این سرکه و فلفل سیاه رو بهش اضافه کن. یالا زود باش، سرکه و فلفل سیاه اضافه کن. این سبزی رو هم باید کوچیک کوچیک خرد کنی. بده. محلی میخورن، این غذا چی آخه درست کردی؟ چرا آخه؟ خب زنم او گفت خودش غذا رو درست میکنه، منم از آشپزخونه بیرون کرد. من مخصوصا به تو گفتم. تو باید با من حرف میزدی دیگه. من به زنم گفته بودم، اما بهت گفته بودم حاله، اینا مهمونای من هستن، یه کار بهت سپردم. باشه، بهم بگو کی قراره توی راه هن دختر، تا یه رو 20 دقیقه دیگه میرسن. باشه، من یه کاریش میکنم. سوپ و پلو رو از قبل درست کرده بودم. دسرم حاضر شده، شامیم من انجامش میدم. چقدر طول میکشه؟ فقط نیم ساعت، همه چی حاضر میشه. بس خورشت قیمه رو من درست خودمون میکنم، خودمون حلش میکنیم. مامان حلش میکنیم. اجاق گاز خالی هم نداریم. بیا با هم بریم آشپزخونه. بودو دیگه، زود باشه. باشه شد. من میام. بودو. زنمو امروز به خاطر تنفر از من همسر رو توی شرایط سخت قرار دادیم.
سر راه کسی نباید انقدر مانع به وجود بیارین که اون آدم مجبور بشه راهش رو عوض کنه. آنه اومدم. این غذا رو کی پخته؟ حمزه، این خوشمزه ترین غذاییه که من تو کل زندگیم تا الان خوردم. حاله؟ خیلی ازت ممنونم. این لطفی که امروز بهم کردی نمیتونم بهت بگم چقدر مدیونتم. خیلی غذا خوشمزه بود. لازم نیست تشکر کنی، یه غذا بود دیگه. لازمه؟ این کار یادم معمولی نبود. اینو یه آشپز متخصص و ماهر میتونست انجام بده. فوق‌العاده بود. متخصص رو نمیدونم، ولی خب تجربه دارم. میدونی اون اوایل وقتی رومی کوچیک بود و سمینم درس میخوند، پس منم با زنم و همه کارای خونه رو انجام میدادم. اصلا نفهمیدم که آشپزی رو یاد گرفتم. یاد گرفتم همه چی درست کنم. خوب شد امروز که خیلی به دردمون خورد. اینقدر خوشحال از اینجا بیرون رفتم که باورم نمیشه درست همون چیزی که میخواستم. اینو برای چی آوردی؟ راستش کار خیلی مهم دارم. فردا توی شرکت یه جلسه دارم، باید آماده باشم. فردا این کار انجام بده؟ نمیتونم بابا، فردا باید بفرستم اشکاش. میتونستم عقب بندازم، ولی تو خیلی خسته ای، فردا انجامش بده. حالا چی کار کنم؟ مجبورم، باید انجامش بدم. باشه تو خسته ای، من انجامش میدم، بدش به من. حالا این کارو نکن دیگه. نه من میخوام بهت کمک کنم، لطفا بذار انجامش بدم. اما... نه تو بهم بگو که باید چی کار کنم. من میخوام انجام بدم. زمان میبره. لطفا تو راهنمایی کن. خیلی خوبش، اصرار داری انجامش بدی؟ آره آره انجامش بده. باشه این فایلو باز کن. نه دیگه، بذار خودم انجام بدم. باشه بذار فایلو باز کنم. من بازش میکنم. بگی خودم حاله. بازش میکنم دیگه. کدوم فایل؟ لطفا بهم بگو. لطفا باشه این فایلو باز کن. آره میبینی؟ آره. حالا برو تو این یکیش. آره دیدی؟ حالا تایپ کن. محترم ببخشید برو عقب. رئیس محترم رئیس محترم فاصله به عرضتون میرسونم. به عرض حالا اینجوری خیلی طول میکشه. من کلی کار دارم. میکنم سریع انجامش میدم. لطفا دارم انجام میدم و میخوام بهت کمک کنم. خیلی خب به عرضتون میرسونم. عرضتون تو چی کار؟ حال بده بابا، تو خدا بده به من کار دارم. باشه دارم مینویسم. حالا جان دیر میشه، به خدا کار دارم. حالا تو چی کار کردی؟ دپاک نه 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 حالا دختر فایل کامل پس بش کردی. بهت گفتم طول نمیکشه دیگه، بذار خودم انجام بدم. 5 دقیقه بیشتر کار نبودا. چرا انقدر مثل بچه رو لج میکنی دختر جون؟ اما اسم تو دیگه روی من هست بهادر، برای همین کسی جرأت نداره نزدیکم بشه. ولی اون روز که اسمم نتونست بهت کمک کنه، چون تا اون روز من تو رو قبول نکردم. بابا گریه دیگه واسه چی؟ خب باشه مذارم میخوام. من زیادی تون رفتم، ببخشید. هلکی به کارت ضرر رسوندم. نه نه چیز خاصی نیست، بی خیال، اصلا مهم نیست. زنم راست میگه، هیچ کاری ازم بر نمیاد. من هیچ کاری نمیتونم، من عقل درست حسابی ندارم. وای نگو آبجی، شهناز قیافش دیدنی بود. حمزه که به هیچ کدوم از غذای سر میز دست نزد. هر چیزی که آبجی درست کرده بود هیچ که بهش دست نزد، باورت میشه؟ و این حاله اون دختر قدیم نیست. قبلا چقدر ساکت و مظلوم بود، اما الان
ماما چرا جلوی من از حال حرف میزنی؟ الان اون دیگه توی زندگی حمزه سهم مساوی داره. اگه نفرق کرده چون تر زبونو از من میبره. تو دنبال چی میگردی؟ همه اتاقو زیر و رو کردی. کارت دانشجوییم تو کتابخونه نیست. همینجا گذاشته بودم. اما همیشه که اینجا آویزون بود. همیشه آویزونش میکردم. بله، شما این وقت شب؟ نمیخواستم مزاحمتون بشم، اما یه امانتی پیش من داریم. ببخشید؟ امانت؟ آره، کارت دانشجوییتون. کارت کتابخونم؟ آره، اون مال منه. شما از کجا پیداش کردی؟ من فردا با پست میفرستم. پست میکنی؟ چرا پست کنی؟ خودتون تو دانشگاه میتونی به ام برسونینش. نه، سمین خانم، ببینید، من یه آدم فقیرم. در ضمن شما دیروز اون رفتاری که با هم داشتین، بعد از اون من نمیخوام جلوتون ظاهر بشم. رفتارم؟ ای وای، من واقعا معذرت میخوام. خیلی معذرت میخوام خورم، اون لحظه واقعا عجله داشتم، قصد نداشتم بهت بی احترامی کنم. نه، اشکالی نداره واقعا. به هر حال کارتتون اونجا افتاده بود. من فردا با پست میفرستم، باشه؟ خوبه؟ خدا نگهدار. خیلی دختر بی‌دقتی هستی. شمارهشو بگیر، من باهاش حرف میزنم. زنگ بزنم؟ آره دیگه. الو؟ سلام علیکم پسرم، من مامان سمین هستم، سوفیا. خیلی شرمندتم، میخوام از طرف سمین ازت عذرخواهی کنم. بله، علیک سلام. شما چرا؟ شما که جای مادرم هستی. لطفاً منو خجالت زده نکنی. و ما که دوست صمیمی نیستیم. تصادفی همو دیدیم و اصلا انتظاری نداریم. نه پسرم، این چه حرفیه؟ این حرفو نزن اصلا. ما خیلی بهت مدیونیم. تو کارتو پست نمی‌کنی و میای خودت توی دستم می‌ذاریش، فهمیدی؟ نه، لطفاً. همین الان گفتی من جای مادرت هستم. باشه، خب درسته. حالا که اینقدر اصرار می‌کنین، باشه میام. خدا نگهدار. دختر مراقب وسایلت باش. تو هم چه سری میری فاز غم میگیری دختر؟ بس کن، اینجوری نیست دیگه. هر آدمی توی یه کاری تخصص داره. ببین، اون غذایی که تو امشب پختی من میتونم بپزم؟ بمیرم هم نمیتونم بپزم. تو متخصص این کاری، تمام. لازم نیست همه چیو بلد باشی که. یه کار انجام دادم ولی دومیشو خراب کردم. بابا هیچی رو خراب نکردی، بهت قول میدم هیچی. نه، من باید همه چی رو یاد بگیرم. من میخوام که همه کار رو بتونم انجام بدم. من میخوام درسمو بخونم. همسه، اونقدر که تو درس خوندی منم میخوام همونقدر بخونم. من میخوام مثل تو بشم. مگه من چه ویژگی خاصی دارم؟ من یه آدم معمولی هم. من میخوام یه آدم معمولی مثل تو بشم. حالا بریم سر اصل مطلب. تو میدونی درس چقدر مهمه و به درد آدم میخوره؟ تو میخوای درساتو ادامه بدی؟ من حمایتت میکنم، قول میدم. ولی خب هزینش خیلی زیاد میشه. عموجون پرداخت نمیکنه. چرا عموجانت پرداخت کنه؟ من پرداخت میکنم. قول میدم اگه خوب درس بخونی برای ادامه تحصیل لندن یا استرالیا میفرستم. لندن؟ پیش بابا؟ میفرستم درس بخونی. آره، برای درس خوندن. من توی آکسفورد میخوام درس بخونم. تو هم با من توی آکسفورد درس بخون. هر دوتامون با هم درس میخونیم، خیلی خوش میگذره. آره. من توی لندن بهت
بهت مدرسه‌مو نشون میدم، چه که درس خوندم و من همون پارکی میبرمت که اونجا بازی میکردم. هرچه یادمه اونجا تو رو میبرم. باش. این میخواد داداشمو ببره لندن. من به مامان میگم. آره. نه. حالا دیر شده. بابا از دیدنمون حتما خیلی تعجب میکنه. آره. ولی اگه نذاش ما تو خونش بمونیم چی؟ خب اونجا خودش یه خانواده داره دیگه، نه؟ راست میگه. ما میتونیم تو کوچهشون یه خونه بگیریم. تو کوچهشون؟ آره تو کوچهشون. خدا تو چت شد من؟ تو که داشتی میخندیدی با چرا شروع به گریه کردی؟ حاله؟ یاد بابا افتادم. این دلت براش تنگ شده؟ زندگی من هر چقدرم که زیبا بشه همزه، رفتن بابا از اینجا بدترین خاطره زندگی منه که دارم. این همه سال گذشته، الان اصلا نمیدونم چه شکلی شده. میفهمم. میریم اونجا مگه نه؟ آکسفورد؟ چون نشانی به تو؟ شوهرها دعا میکنن که عروس بیاد و مراقب خونه و آشپزخونه باشه و خودش راحت بشینه و فقط دستور بده. اما شهناز این که خیلی حسود و کینه ایه، حال داشت راحت توی آشپزخونه کار میکرد، اما نه، اون رو بیرون انداخت و خودش آشپزی کرد. شهناز از بچگی همینجور لجباز و حسود. رفتار اون روزش رو ببین، حال خونه رو چقدر زیبا و مرتب کرد و برق انداخت، اما اون اومد و خرابش کرد. این خونه منه، یکی بیاد ازش بپرسه آخه ببینم این خونه تو از کجا پیدا شد. بالای در اسم من روی تابلو نوشته شده، نه؟ حالا اگه تو حق داشته باشی پس حالا دو برابر حق داره. اون هم عروس این خونه و دختر این خونه. سیاه و سفید کنه اصلا به انتخاب خودشه. شاید خواب برآورده نشه، ولی همه خواب میبینه. آرزو هم همینه، همه براش تلاش میکنه. بعدم نمیاد تو آرزو داشته باشی، ولی خوشم نمیاد اون آرزو تو برآورده. مرد همش میخواد زنش دستش جلوش دراز باشه یا اونو خدای خودش بدونه و بپرسته. وقتی دختر جرأت نگفتن رو داشته باشه هر جا دلش بخواد میتونه بره، کسی نمیتونه به دستش بیاره. اینجوری پیوندا قوی تر میشن. حالا نفیس رو ببین، هر روز به هم زنگ میزنه و اگه یه روز زنگ نزنه پس همزه پسرم خداوند ازش راضی باشه بهش زنگ میزنه تا حرف بزنم. ماشالله ماشالله. ای بابا داری چی کار میکنی؟ میخوای گردنمو بشکنی؟ باشه ببخشید مادر جون. آرومتر. اما نفیس بالاخره بعد 6 ماه یا 1 سال به مامان بزرگ زنگ میزد برای خبر گرفتن از حاله. اما شما چی کار میکنین؟ شما با حمزه چطوری حرف میزنین؟ چه چرت و پرتی واسه خودت میگی؟ من چه نیازی دارم دنبال بهونه باشم تا با پسرم حرف بزنم؟ نیاز میشه دیگه، وقتی که اون بره لندن. میخواد بره لندن؟ حاله رو میخواد ببره. حاله؟ اونم برای همیشه یه همیشه. چی داری میگی؟ اونا اونجا میمونن تا ابد، اونجا زندگی میکنن. مامان یه کاری کنین، یه کاری کنین، وگرنه شما هم مثل مامان بزرگ چشمتون به تلفن خشک میشه.
و داداش مثل عمو خودش تلفن رو قطع میکنه و الکی الو الو میگه. مامان بزرگ 3 پسر داره، اما شما فقط 1 پسر داری. یه کاری کنی مامان. امکان نداره. حاله؟ چی شده؟ چرا یه هایی به این چیزا نیاز پیدا کردی؟ اون همسرمه بابا، شناسنامش باید پیش من باشه، ممکنه لازم بشه آخه. باشه بهت میدم، فقط حواست باشه پسر، این چیزا رو باید مواظبش باشی، نباید گم بشه، داخل همین بذارش، هم پاسپورتش و هم شناسنامش، حواست باشه که گم نشه. مرسی. من که بهتون گفته بودم، الان خودتون دیدین؟ ببینم دختر چرا داد و بیداد میکنه، چی شده؟ چه نیازی بود پاسپورتشو بهش بدی؟ مگه چی شده؟ من بهتون میگم، این حاله قراره با داداش بره لندن، همونجا میمونن. و حال مامانو که میبینی، حالا بگین ما چیکار کنیم؟ پاسپورتش هم که دادی. عقلتو سر جاشه؟ این همه داره تلاش میکنه تا کارشو اینجا پا بر جا کنه، مگه عقلشو از دست داده که اینجا رو ول کنه و بره؟ و موند حاله، اون انقدر جرات نداره که بتونه پسرمو از من دور کنه. تو هم باش هم دست شدی؟ بابا شما نمیدونی. تو پسرم و ازم دور میکنی یا میبریش؟ نه سرمو. توی این توهم نباش دختر جون، باد بادک هر چقدر دورتر بره همون قدرم زود گم میشه. من نمیفهمم شما چی دارین میگین. بالاخره میفهمی، بالاخره میفهمی، چون من یک کلمه طلاق رو یک زن نادونم میفهمه. سرمو خودتون بهتر از من میدونین که از دهن همسه این کلمه برای من بیرون نمیاد. پس چرا هر بار این حرفو تکرار میکنین و خودتون رو ناراحت میکنین؟ دارم بهت میگم، تو نمیتونی پسرمو از من دور کنی. چون من یک کلمه طلاق رو یک زن نادونم میفهمه. گاهی از ته دلت بخند دختر. بیجا زود باش. من برای یه سورپرایز دارم، پیش من یه چیزیه که تو این صورت غمگین لبخند بزرگ میاره. و اون چیه؟ خودت ببین. من نمیفهمم چی. ما میریم لندن، میریم لندن پیش پدرت. لندن میخواییم بریم پیش عمو نفیس. حاله داریم میریم لندن. تو داری شوخی میکنی؟ این ممکن نیست. نه اینو ببین، خودت بخون. از سفارت ایمیل فرستادم باهات مصاحبه کنم. من و تو قراره با هم دیگه بریم لندن. کجا داری میری؟ برم به مامان بزرگ بگم که دارم میرم پیش بابام. من برمیگردم. مامان بزرگ.
ببین، من نمیتونم بهت اجازه بدم که تو با اون از این خونه پاشی بری. تو رو بزرگ کردم و به اینجا رسوندم، پس این به این معنا نیست که وقتی ازدواج کردی دنبال زنت هر جا را بیفتی و بری. شما اشتباه فهمیدین بابا، من قراره حالا رو ببرم لندن که عمو نفیس رو ببینه. همین دیدنش. آره دیدنش. تو دیوونه شدی؟ نفیس کجا زندگی میکنه پسر؟ همینجا محله گلشن یا کوچه بغلمون؟ لندن زندگی میکنه. لندن، متوجه میشی؟ معلومه که میفهمم، اما این خواسته ی حال است و منم خواسته ی اونو باید. والا خواسته ی حال است. توی این سالا هیچ وقت از منم چی چیزی نخواسته. حالا الان یه هوی و ناگهانی چطور اون دلتنگ باباش شده پسر؟ نه نه، این هیچ وقت ممکن نیست. به هر حال تو برای به جا آوردن این خواسته ی بیجاش نمیتونی این همه پول رو به باد بدی، فهمیدی؟ شما حرف منو من حرف تو رو میفهمم، ولی دختر ازدواج میکنه، حواسش باید به خانواده شوهرش باشه. حالا اون هر روز بخواد یاد باباش بیفته، تو هم که فقط. آخه چرا انقدر زنزلیل شدی پسرم؟ من زنزلیل نیستم بابا، اما شما سنگدل شدین. شما میدونین این خواسته ی حال کاملا به جاست. مونده پول سفر که اونم تا آخر عمر میشه کار کرد و به دست آورد. من حتما حاله رو میبرم لندن. خدا رو شکر اینو نگه داشتین، وگرنه باز تو درد سر میافتادم. نه نه، این که قابل تشکر نیست. هر کی جای من بود همین کارو میکرد. به هیچ وجه، تو این دوره زمونه آدمو میبینن رو برمیگردونن، اما شما کارتو گرفتین و نگه داشتین. سمین درست میگه پسرم، این دومین لطفت در حقمون. لطفاً، کلمه لطفو نگین. اما بازم من خیلی شرمندتم به خاطر اینکه توی دانشگاه باهات بد رفتار کرده. نه نه، من در این مورد خیلی فکر کردم و ایشون کاملاً حق به جانب بودن. دخترها باید همینجوری باشن، با سیاست که از غریبه ها فاصله بگیرن. حتی پیش من سمین خانم احترامش بیشتر شد. شما لطفاً عذرخواهی نکنید. خب همینجوری بخوای حرف بزنی چاییت سرد میشه. بفرما از این بیسکویت ها. شما بشینید لطفاً، من خودم برمیدارم لطفاً. عمو، عمو، من مطمئنم وقتی این خبر رو بهتون بدم شما بیشتر از من خوشحال میشین. مگه چه خبری دخترم؟ حمزه داره منو میبره لندن، منو میبره بابامو ببینم. مگه باورم نمیشه؟ چه زوغی هم داره، آدم چشاشو باز میکنه این ور اون ورش هم نگاه میکنه. ببخشید منو ببخشید سمین. سلام علیکم. شما دارین مامان بزرگ میشین مادر جان. وای مامان بزرگ، نه مامان مامان بزرگ بگو دخترم. وای خدای شکری. ببین زندگی حالا چقدر تغییر کرده، یه زندگی آروم دارید. قرصتون رو بخورید، اینطوری کسی مانعی بالا رفتن فشار خونتون یه توی جام جهنتون ببند وگر زبونتو قطع میکنم و توی دست دل میذارم. برو. همراهان دوست داشتنی در آلمان، در فصل جدید بهترین سریال ها را برای شما تدارک دیده.